دیوید ایمس نماینده پارلمان انگلستان. اهمیت بسیار دارد که جهان همچنان روی وضعیت ساکنان اشرف تمرکز کند. جامعه بین المللی باید عراق را وادار کند از نقض تعهداتش به سازمان ملل متحد درباره اشرف دست بردارد. وبسایت پارلمان انگلستان، مقاله‌ای به قلم دیوید ایمس، 23 ژانویه 2012. در حالی که جهان به درستی نگران تهدیدات اتمی و تروریستی رژیم ایران است، بسیار مهم است که جهان همچنان روی وضعیت مخالفان ایرانی در کمپ اشرف نیز تمرکز کند. در روزهای آخر سال 2011 به دنبال تضمین‌های مکتوب هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و همچنین سازمان ملل متحد درباره امنیت و سلامت ساکنان اشرف، خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران ساکنان اشرف را متقاعد کرد با انتقال به کمپ لیبرتی، یک کمپ نظامی سابق آمریکا در نزدیکی بغداد، موافقت کنند تا کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل بتواند پروسه بازتایید موقعیت پناهندگی ساکنان اشرف را در روند انتقال به کشورهای ثالث شروع کند. اما کمتر از یک ماه پس از این توافق، جامعه بین المللی باز هم با سلسله تحریکات خطرناک دیگری از سوی دولت عراق مواجه شده. کمپ لیبرتی غارت و تخریب شده به حدی که غیر قابل سکونت است. مساحت موجود کمپ برای ساکنان اشرف بسیار کاهش یافته تا به نوعی زندان تبدیل شود. از سوی دیگر مالکی به رغم تفاهم نامه‌ای که بین دولت عراق و سازمان ملل امضا شده بود، در مصاحبه با مطبوعات دولتی ایران اتهامات کذب ملاهای ایران را علیه ساکنان اشرف تکرار کرد و گفت حکم بازداشت 121 تن از آنان را در دست دارد. این بدان معناست که او بار دیگر به خواسته های رژیم فاشیسم مذهبی تسلیم می شود. او دو بار در سال 2009 و سال 2011 دستور حمله مسلحانه به کمپ اشرف را داد که در نتیجه آنها 47 تن از ساکنان کشته شدند. جامعه بین المللی اکنون باید نتیجه گیری خودش را بکند. همچنان که ژنرال هیو شلتون رئیس سابق ستاد ارتش آمریکا گفت، سفیر کوبلر نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در عراق باید نقض تعهدات از جانب دولت عراق را به توجه دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت برساند. طبق گفته فلیپ دوست بلازی وزیر خارجه سابق فرانسه، تا زمانی که حداقل تضمینات ساکنان به خصوص در مورد آوردن وسایل و خودروهایشان، احترام به حیطه اختصاصی آنها یا لغو احکام جعلی بازداشت برآورده نشده باشد، انتقال به کمپ جدید یک جابجایی اجباری خواهد بود که ناقض تمامی کنوانسیون‌های بین المللی است و من از دبیر کل سازمان ملل مصرانه می‌خواهم توافق‌نامه‌ای در این باره امضا نکنم. علائم یک بحران انسانی دیگر از دور نمودار می‌شود. اولین و مهمترین مسئله این است که سازمان ملل متحد باید در برابر نقض تعهدات عراق سکوت نکند. همچنین فوریت و حساسیت شرایط ساکنان اشرف ایجاب می‌کند که کمیساریای عالی پناهندگان تعیین پناهندگی عموم ساکنان اشرف را دنبال کند. این یک گام اجتناب ناپذیر برای تضمین سلامت و امنیت ساکنان اشرف علیه تهدیدات متعدد و غیر قابل کنترل است. با انجام این اقدامات،
سازمان ملل روشن می‌کند که هدف و تعهدش حفاظت و تضمین امنیت و سلامت ساکنان اشرف است و این همان چیزی است که جهان منتظر است از سازمان ملل متحد بشنود.